به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از استودیوی تفسیر خبر در لس آنجلس. با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از برنامه تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در مذاکرات اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی و 5+1 در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در ژنو گذشت و آنچه که در چشمانداز این مذاکرات دیده می شود. آیا روند مذاکرات رو به حل مسئله دارد؟ آیا چنانچه این مذاکرات به بنبست برسد چه پیامدهایی متوجه ایران و مردم ایران خواهد؟ پرسش ها بسیار است در این زمینه. در میان خواهیم گذاشت در این شماره از تفسیر خبر با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصاد و امور بین الملل در انگلستان، و آقای علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تورنتو، کانادا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. سلام بشم. سلام متقابل به شما آقای چالنگی و به بینندگان شما. و آقای حقیقی گرامی سلام به شما. منم خدمت شما بینندگان و جناب آقای تقی‌زاده سلام عرض می‌کنم. آقای تقی‌زاده، آنچه که در مذاکرات اتمی در جریان آخرینش نمایندگان دو طرف در ژنو گرد اومدن و در آینده هم قراره که در سطح دیگه‌ای ادامه پیدا کنیم، نتایج به دست آمده تا این ساعت تا امروز رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ اون چی که بین دو گروه گذشته طبیعتاً مثل ادوار گذشته مذاکرات کاملاً پنهان نگه داشته شده، ولی با توجه به شناختی که از مفاد مذاکرات چارچوب گفتگوها در دست هست نمیتونه نکته غیر قابل حدسی باشه. اون چی که انتظار میره مورد مذاکره قرار گرفته باشه پیدا کردن چهارچوبی است که بشه در میون اون موارد اختلاف رو قرار داد و تلاش برای نزدیک کردن نقطه نظرهای دو طرف کرد. به نظر میرسه که موضوع اصلی همچنان بر سر نگه داشتن ظرفیت غنی‌سازی به اندازه مطلوب و مورد نظر جمهوری اسلامی از یک سو و برداشتن هرچه بیشتر تحریم هاست. البته جمهوری اسلامی همچنان به خواسته حد اکثری اصرار می‌ورزه، چه از نظر داشتن ظرفیت غنی‌سازی و چه در ارتباط با برداشتن تحریم ها. ولی اونها مطمئن هستند در هیچ مذاکره سیاسی امکان رسیدن به حد اکثر انتظارات تقریبا یک انتظار نامعقوله. بنابراین چانه زنی ها همچنان در گفتگوهایی که بخصوص بین هیئت ایرانی و آمریکایی صورت میگیره ادامه پیدا کرده. همزمان دو گروه مخالف رسیدن به نتیجه بخصوص در ایران همچنان مشغول یا بلاف زدن به طرف مخالف هستند و یا سنگ اندازی در راه مذاکره کنندگان خودی. و آقای حقیقی، تفسیر شما در همین زمینه، نتایج تا کنون به دست اومده؟ خب ببینید، نتایج متناسب با انتظاراتی که حداقل دولت آقای روحانی داشت نبوده. آقای روحانی برداشتش این بود که حداکثر 6 ماه یا 9 ماه یک تفاهم کلی میان ایران و قدرت‌های بزرگ خواهد رسید، ولی خب روند امور چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا، حوادث منطقه‌ای، همه اینها باعث شده که مذاکرات دشوارتر و پیچیده‌تر از اونی بشه که در وادی امر به نظر می‌رسید.
در مجموع من معتقدم که میشه نگاه خوشبینانه ای داشت، درهای باز شده و روند امور به سمت باز شدن درهای بیشتری است، نه به معنی که همه درها گشوده میشه، ولی به نظر میرسه که به روندی که اون فضای خصومتباری که میان ایران و آمریکا در دوره آقای احمدی نژاد وجود داشت و بسیار تشنج‌آلود بود و حتی احتمال حمله نظامی میرفت، به نظر میرسه که دو کشور امتناع کردن از اون فضا و فضای جدیدی رو باز کردن و همین که گفتگوهای مستقیم وجود داره به نظر من این نکته مثبتی است. نکته دومم این هست که اگر بتونن به یک تفاهم کلی برسن و در مورد جزئیاتی که به درستی آقای تقی‌زاده اشاره کردند و موضوعی که الان درش مشغول چالش‌زنی هستند، ممکنه به تدریج و با طول زمان مسئله رو حل کنند. نباید فراموش کرد که از دید آمریکایی‌ها شاید مذاکرات خلع سلاح به شمار میره، یعنی اونها معتقدند که ایران میخواد از مسئله هسته‌ایش در مسئله نظامی استفاده کنه. خب طرف ایرانی دیدگاه دیگه ای داره. معمولا این نوع مذاکرات طولانی مدت هست، به سرعت حل نمیشه و زمان میبره. آقای تقی‌زاده، آیا فقط از دید آمریکایی ها هست که حکومت ایران در پی سلاح اتمی است یک، اونطور که آقای حقیقی گفت، یا نه کشورهای دیگه هم هستن مثل فرانسه و بقیه کسایی که در اطراف این پنج به اضافه یک هست؟ ببینید، شوخی با هم دیگه نکنیم. واقعا حقیقت این است که علی‌رغم همه کتمان هایی که میکنن، دو طرف مذاکره به خوبی میدونن به دنبال چی هستن. اون چی که آمریکایی ها میخوان قطعا خلع کردن ایران از ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی است. اگر مسئله واقعا مربوط به تولید سوخت، استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بود، 40 کشور دیگر دنیا این کار رو انجام میدن و هرگز مشکلی برای اونها وجود نداشته. جمهوری اسلامی اگر چانه زنی میکنه به خاطر نگه داشتن ظرفیت اخیره. من توی بحثای گذشته هم مطرح کردم سیاستی که از دید من جمهوری اسلامی برای چانه زنی انتخاب کرده، به جای واگذار کردن ظرفیتی که میتونه جمهوری اسلامی رو در مسیر اتمی نظامی شدن قرار بده، سیاست غلطی بوده. جمهوری اسلامی باید به دنبال الگوهای مشابه با برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، قزاقستان، اوکراین و مهمتر از همه به دنبال الگوی آفریقای جنوبی میرفت، ولی به هر حال ترجیح دادن که چانه زنی بکنن. چرا؟ که اونها اعتقاد داشتن اگر چانه زنی نکنن ممکن است در موارد دیگری من جمله حقوق بشر، من جمله موارد مربوط به صلح خاورمیانه با جامعه جهانی همین مشکلات رو پیدا بکنن. بنابراین اهرم تبدیل شدن به نیروی نظامی اتمی رو ظاهرا به عنوان یک لیورج، به عنوان یک اهرم کارآمد خواستن نزد خودشون نگه دارن که هزینه های نگه داشتن این اهرم که ادامه اتخاذ سیاست چانه زنی هست، برای ایران در طول 3 سال گذشته بیش از 2300 میلیارد دلار بوده و با تحمیل این هزینه به اقتصاد ملی، جمهوری اسلامی این سیاست غلط رو همچنان ادامه میده. من بر خلاف یا متفاوت با نوعی با نگاه آقای حقیقی، معتقدم هر چقدر این مذاکرات بیشتر طول بکشه، شانس رسیدن به نتیجه کاهش پیدا میکنه. به این علته که مذاکره کنندگان اعلام کردن در ماه مارچ سال جاری انتظار دارن به یک نتیجه لمسی برسن. از این موضع ظاهرا روسیه هم حمایت میکنه، ولی من باطنان اعتقاد ندارم که روسا واقعا ته دل در جهت رسیدن به نتیجه هستند، بخصوص در زمانی که روسیه مشمول تحریم های موازی با تحریم های جمهوری اسلامی قرار گرفته. همین که وزیر دفاع روسیه بعد از مدت های طولانی به ایران میاد و مذاکراتی انجام میدن که مقامات خبری ایران از اون به عنوان عامل رفع مشکل مربوط به موشک ضد موشکی سیستم S-300 از اون یاد میکنن، به رفع این مشکل یاد میکنن، نشون میده که همچنان دو طرف به بلاف زدن، استفاده از کارت سوم دارن تکیه میکنن و روسا بخصوص با اینکه در رو و به ظاهر میگن که ما میخوایم این مذاکرات به نتیجه برسه، در باطن با جمهوری اسلامی مشغول بازی کردن با کارت های دیگری هستند که عملا به بلاف زدن شبیه. خلاصه کلام این است که فرصت برای رسیدن به یک نتیجه لمسی از دست خواهد رفت اگر این گفتگوها طولانی تر از اینی که هست ادامه پیدا بکنه.
سیاست غلط اتمی جمهوری اسلامی باعث خسارت های مالی تا بیش از 200 میلیارد دلار به ایران شده، آنچه که آقای تغیزاده گفت، به اضافه اینکه ادامه مذاکرات، طولانی تر شدن مذاکرات باعث نومیدی بیشتر خواهد بود در مسیر رسیدن به نتیجه. گفته دیگه آقای تغیزاده، تفسیر شما رو میشنویم آقای حقیقی. ببینید در مورد کشورهایی که مثال زدن، برزیل که الان یک مدتی غنی‌سازیش رو تعلیق کرد بعد ادامه داد، آفریقای جنوبی هم که بمب اتم داشت که بعد واگذار کرد، بنابراین این دو مورد خیلی شبیه ایران نیست. اگر من بخوام مدلی رو بگم که کمی عملی است، نمیشه گفت 100% عملی است، مدل کره جنوبی است که آمریکا فشار آورد و باعث شد که کره جنوبی به غنی‌سازی ادامه نده، ولی در ازاش آمریکا این پیشنهاد رو کرد که کره جنوبی صنعت هسته‌ایش رو ببره به سمت ساخت نیروگاه هسته‌ای. این در جلسه قبلی هم من گفتم، این آقای دکتر میلانی و آقای هکس مطرح کردن که یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی آمریکاست، که این پیشنهادی است که در حقیقت ایران و آمریکا میتونن روش توافق کنن که ایران ظرفیت غنی‌سازیش رو تعلیق کنه برای مدتی که بتونه اعتماد سازی کنه و در ازاش وارد نیروی هسته‌ایش، بالاخره 10-15 هزار تا نیرویی داره که تو این بخش کار میکنن، بره به اون سمت و در حقیقت یک جور فضای جدیدی برای صنعت هسته ایران ایجاد بشه. این درسته، من از این بابت موافقم که غنی‌سازی دانشی است که الان ایران به دست آورده، غنی‌سازی 5%، حتی میله سوخت رو تونسته بسازه، بنابراین یک دانشی رو ایران به دست آورده و ولی این دانش یک قدرت هست و هزینه‌ای که بابتش میدن باعث متناسب با اون قدرتی باشه که به دست میارن. در این مورد به نظر من نباید اغراق کرد. مثلا جناح جبهه پایداری معتقدی سمبل استقلال کشور هست، در حالی که اینجوری نیست. این یه قدرتی است مثل هر چیز دیگه، میشه شما با چیز دیگه تبدیلش کرد. الان وضعیت ایران با قدرت‌های جهانی به گونه ای است که ایران بایستی ظرفیت های دیگه، بخش های تولیدی و اقتصادی و علمیش رو آزاد کنه، نباید اونها برن تحت تاثیر مسئله هسته ای قرار بگیرن و خب این مسئله است که باید مسئولین در موردش فکر کنن. به نظر من ایران در مذاکرات از اول دنبال پلن بی نبود که ظرفیت غنی سازیش رو تعلیق کنه و بتونه امتیاز جدیدی مثل همون موردی که آقای دکتر میلانی و آقای هکس پیشنهاد کردن که بتونه توی صنعت ساخت نیروگاه هسته‌ای وارد بشه. این از این بابت به نظر من ایران یه مقدار دستش برای چانه زنی کوتاه خواهد بود و تحریم ها اگر برداشته بشه اون گونه نخواهد بود که یا جامعه انتظار داره یا دولت خواهد بود. تحریم ها به طولانی مدت برداشته میشه و اثراتش انقدر فوری نخواهد بود که بتونه اثرات خیلی شایان توجهی در اقتصاد ایران داشته باشه. در مورد روسیه هم موافقم با حرف آقای تقی‌زاده. برای روسیه سیاست رو دنبال میکنه، الان بدترین وضعیتی است که ایران و آمریکا بتونن به توافق جدی برسن. برای آمریکا هم نباید فراموش کرد که میدونه الان با 3 تا جنگ سرد رو بروه، جنگ سرد اون جریان تروریسم اسلامی که با داعش به وجود خودش رسیده، مسئله روسیه، با جنگ سرد با روسیه و جنگ سردی که زمزمه ها شنیده میشه، نمادهاش هم معلومه، با چین. بنابراین در ارتباط با این 3 تا جنگ سرد به نظر من میتونه با ایران به توافقی دست پیدا کنه و ایران هم میتونه از این وضعیت سود ببره. آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید هرچند کاملا مرتبط نیست، به طور مستقیم مرتبط نیست با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، اما کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی پیامدهای بسیار داشته. ولی آقای طیب نیا وزیر اقتصاد در حکومت ایران، حکومت فقیه در ایران، گفته اگه قیمت نفت به بشکه 25 دلار برسه ما باز میتونیم کشور رو اداره کنیم. پایین اومدن قیمت نفت هیچ اثری برای ما نداشته و همچنان اداره خواهیم کرد. این حرف از جهت قابل توجه و تأمل هست که این در زمینه برنامه اتمی هم چنین گفته شد. طرح ما هیچ اثری برای ما نخواهد داشت، هیچ، و کار به اینجا رسید که رسید، که میبینیم وضعیت چه از قیمت نان چه از و بقیه مثلا. این حرف تا چند اندازه واقع بینانه است، تا چند اندازه بلوفه، تا چند اندازه؟ اگر موافق باشید به من اجازه بدید من یک توضیح کوتاه در موردی که آقای دکتر حقیقی مطرح کردن عنوان بکنم. حتما بفرمایید.
گزینه دیگری که در مورد مذاکرات مطرح شده و به اطلاع ایران هم رسیده و به نظر من اگر که جمهوری اسلامی به این سمت هم حرکت میکرد ولی قادر به انجام نیست، گزینه بسیار خوبی بود. این که به جای تولید کردن سوخت اتمی به دنبال ساختن راکتور اتمی و دست پیدا کردن به تکنولوژی ساختن راکتور اتمی بره. این دو تا گزینه با هم یک تفاوت اساسی دارن. اونهایی که با بخشای فنی برنامه‌های اتمی آشنا هستند میدونن که دست پیدا کردن به چرخه تولید سوخت اتمی تکنولوژی بسیار ابتدایی و پایه‌ای میخواد. بیش از 20 کشور هستند که در این موارد به تجربه های مختلف دست دادن و قادر به تصاحب چرخه سوخت اتمی هستند. بیش از 50 کشور ظرفیت فنی داشتن چرخه سوخت اتمی رو دارن ولی در حدود 10 کشور عملا در این زمینه فعالیت میکنن. ولی کشورهایی که دارای تکنولوژی ساخت راکتورهای اتمی هستند، اونهایی که در بازار فعال هستند بیش از 5 کشور نیستن و اینها معمولا در کنسرسیوم های بزرگ شریک میشن و در قراردادهای بزرگ هم برنده میشن. البته کشورهایی هستن که این تکنولوژی رو به صورت بالقوه دارن ولی عملا از اون استفاده نمی کنن. بریتانیا یکی از این نمونه هاست. آمریکایی ها هم اخیرا برای قراردادهای خارجی کمترین علاقه نشون نمیدن، در حالی که کره جنوبی با اینکه در زمینه تولید سوخت اتمی فعال نیست، در زمینه طراحی و ساخت راکتورهای اتمی دارای نقش بسیار فعالیه. دو راکتوری که به صورت دوگانه در ابوظبی در دست ساختمان هست، رهبری اون کنسرسیوم رو کره جنوبی داره. ایران فاقد زیرساخت صنعتی داخل شدن در مرحله تولید راکتور اتمی است. به این علت این گزینه که گزینه سالمی هم هست مورد توجه جمهوری اسلامی تا به حال قرار نگرفته. ولی در مورد پاسخ به پرسشی که شما مطرح کردید، متاسفانه از دید مردم ایران جمهوری اسلامی الان در زمینه اقتصاد، ضمن اینکه دولت کنونیش به دنبال راهی میره که دولت قبلی میرفت، یعنی ساختن آمارهای دروغ و عکس العمل نشون دادن به وضعیت موجود، این الگو رو ادامه سیاست خارجی خودش کرده. جمهوری اسلامی تا به حال یک سیاست ابتکاری منسجم در زمینه روابط بین الملل نداشته، همیشه نسبت به حادثات عکس العمل نشون میداده. حالا آقای طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم عملا همین وضعیت رو اتخاذ کرده. یک بارشون میگه من با نفت 40 دلار میتونم بودجه رو ببندم، یک بار میگه با نفت کمتر از 40 دلار و یک بار میگه برای سال بعد ما روی بودجه 70 دلاری هم فکر کردیم، در حالی که همین بودجه تنظیم شده جاری برای سال آینده بر مبنای درآمد نفت معادل هر بشکه 70 دلاره، در حالی که همین حالا جمهوری اسلامی نفت رو عملا با قیمت بشکه 42 دلار میفروشه. این رو باید از آقای طیب نیا پرسید که شما کسری این محاسبه رو که باید اضافه کرد به کسری درآمد سال گذشته که از 100 دلار به 70 دلار شما اون رو رسوندید، چطوری میخواید پر بکنید؟ آیا به غیر از نشر اسکناس بدون پشتوانه و یا قرض کردن بیشتر از سیستم بانکی یعنی بانک مرکزی راه دیگری وجود داره یا نه؟ رجوع کردن به این دو گزینه یعنی افزایش تورم، افزایش بیکاری و افزایش مشکلات معیشتی مردم به علت افزایش قیمت ها و کاهش تولید. خب اشاره کرده آقای طیب نیا، من این نکته رو بگم که رشد اقتصادی ایران گفته ایشون در 6 ماه اول 4% بود. رشد اقتصادی ایران البته به گواه بسیاری از اقتصاددانان چنین نبوده آقای طیب نیا، بوده؟ واقعا باید پرسید این 4% از کجا میاد؟ کشوری که نفت خیزه، گاز و نفت تولید میکنه و همیشه آمار مربوط به افزایش تولید سالانه مرتبط با این دو ماده بسیار با اهمیت استراتژیکی بوده، در حالی که هم حجم و هم بها کاهش پیدا کرده، افزایش تولید رو، افزایش افزوده ذخیره اقتصادی رو، افزایش حجم تولید ملی رو، این دولت از کجا آورده؟ یعنی عملا وقتی و زیر 5% منفی بوده رشد اقتصادی در ایران پیش از آقای روحانی و بلافاصله به 4% بالای صفر برسه، خب مثبت برسه، خب این یعنی یک تحول اقتصادی عظیم که باید مردم بر سر سفرشون ببینن. اگر این حرف راست نیست که راست نیست، باز به همون نتیجه میرسیم که دروغ بسیار بده، حتی از زبان وزیر اقتصاد حکومتی که ادعای رهبری معنوی جهان رو هم گاه داره. اما آقای حقیقی،
این نظر یا این شواهد هست که در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی دو جناح و دو نظر مختلف وجود داره برای ادامه مذاکرات و چگونگی اداره برنامه اتمی و ارتباطش با 5+1 و همه اینها. یعنی دو جناح هست، به عبارت دیگه یعنی یک وحدت نظر کامل در میان گردانندگان حکومت در ایران وجود نداره. این یک. آیا تا چند اندازه واقعیت داره؟ تا چند اندازه اگر واقعیت داره مؤثر هست در تشتت و وضعیت فعلی موجود در روند مذاکرات؟ ببینید، در بلوک قدرت ایران در مورد نحوه تعامل با قدرت‌های غربی در موضوعات مختلف، هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، همیشه اختلاف نظرها و اختلاف راهبردهایی وجود داشته. در مورد مسئله هسته‌ای میشه گفت که اکثریت جریان بلوک قدرت مایل به حل مسئله هسته‌ایه، اما نحوه حل این مسئله و نحوه چانه‌زنی و چه امتیازاتی بدن و چه امتیازاتی بگیرن به نظر میرسه که محل اختلاف است، که بخشش رو آقای تبریزاده اشاره کردن. در مورد اینکه ما چند تا سانتریفوژ داشته باشیم، خب در مذاکرات آخر وین بین مثلا بین آمریکایی‌ها روی 1500 تا مثلا حدود 4000 تا پیوان موافقت، ظاهرا موافقت کرده بودن، ولی ایران عدد 6 و 7 هزار تا رو گفته بود. و دوم اینکه اونها معتقدن دوره راستی آزمایی بایستی بین 10 تا 15 سال باشه، ایران معتقده که راستی آزمایی از دید آژانس میتونه بین 5 تا 6 سال خاتمه پیدا کنه. خب این دو تا اختلافی است که وجود داره و توی بلوک قدرت هم از این زاویه با یک نگرانی های نگاه میشه و اختلاف نظر از اینجا آغاز میشه. بخشی از بلوک قدرت معتقده که پروژه آمریکا در مورد ایران پروژه براندازیه و این نحوه چانه‌زنی و تعاملی که داره صورت میگیره، اونها میخوان موقعیت اقتصادی ایران رو تضعیف کنن، موقعیت اجتماعی ایران رو با تنش روبرو کنن تا در موقعیت مناسب به پروژه خودشون رو در مورد ایران عملی کنن. برخی هم معتقدن مثل جناح آقای روحانی اینا معتقدن نه، ما بایستی با تعامل سازنده به نظام بین‌المللی دست پیدا کنیم، ایران راهی نداره جز اینکه الدنبه سیاسی اقتصادی در حقیقت به نوعی ادغام با شرط مشروط در نظام بین‌المللی پیدا کنه، مسئولیت قبول کنه و در این حال از امتیازاتش بهره‌مند بشه. این بستگی داره که غربی‌ها چجوری با این وضع تعامل پیدا کنن. خب اگر فرض کنیم در مذاکرات اول یک سری امتیازات به ایران داده شد، ولی عملا اون امتیازات کارایی نداشت. مثلا در مورد صنعت خودروسازی، گروه های خودروسازی اومدن ولی هیچ سرمایه‌گذاری نکردن و گفتن باید مسئلهتون کلی حل بشه. به یه نوعی اون امتیازاتی که به ایران دادن عملا اجرا نشد. یا مسئله خرید هواپیما و چیزی که بوئینگ با قیمت‌های بالا خیلی داد به ایران، و همچنین در مورد موارد دیگه که چیا کشتیرانی. در مورد کشتیرانی با اینکه غربی‌ها قبول کرده بودند که مسئله بیمه کشتیرانی از تحریم برداشته بشه، عملاً به جز یک شرکت فرانسوی شرکت‌های بزرگ کشتیرانی خودداری ورزیدن از اینکه لغو تحریم کنند. همه اینها این نشانه ها رو میده به جناح‌های تندرو که این مسئله رو مطرح کنن، مثل جبهه پایداری. چون جبهه پایداری مسئله کلیدیش این هست که این دولت رو به زمین بیاره و بتونه نیروهای خودش رو وارد ساخت دولت کنه، چون احتمال زیاد میتونن اگر اتفاق خاص نیفته، بعید میدونم که در انتخابات مجلس بتونن آرای قبلیشون رو به دست بیارن و اونها به یک اشاره مختصر بفرمایید برای برخی از بینندگان که در جریان نیستن که این جبهه پایداری معرف چه وجه از حکومت هست یا چه دیدگاهایی رو داره. جبهه پایداری به هر حال رهبر ایدئولوژیک و عقیدتیش آقای مصباح یزدی هست. بعد لحاظ سیاسی اگر بخوایم چهره های شاخصش رو در مجلس مطرح کنیم، آقای حمید رسایی یکی از چهره های شاخص این جریان هست و خب یکی از اعضای دیگهش هم که مطرح هست آقای که وزیر کشور آقای احمدی نژاد بود، به هر حال جزو تیم اصلی آقای احمدی نژاد بود، و در مجموع اگه نگاه کنیم اینها کسانی بودن که در سال 84
همه توان مالی فکری و تبلیغاتشون پشت آقای احمدی نژاد گذاشتن و از سال 90 به این بعد، بعد از اینکه آقای احمدی نژاد بست به بست نشینی رفت، بس. در حقیقت اونا فاصله گرفتن و الان هم مهمترین نیروی مخالف دولت آقای روحانی هستند و پروژهشون چند وجه داره. یک، زدن آقای روحانی، بی‌اعتبار کردن آقای روحانی، اختلال در مذاکرات هسته‌ای، نشون دادن اینکه این تیم مذاکرات هسته‌ای مرعوب غربه و عملا همه امتیازات رو به غربی‌ها واگذار کرده. سوم اینکه نذارن آقای رفسنجانی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان به ریاست دست پیدا کنه. و چهارم اینکه فضاسازی در مورد فتنه و جریان سبز، برای اینکه در حد یک کوچه خاکیهایی درست کنند، یک گرد و غباری پیدا کنند که مسائل اصلی مثل آینده رهبری در ایران، نحوه تعامل با غرب نادیده گرفته بشه. خب آقای تقی‌زاده، ببینید در مصاحبه مطبوعاتی اخیر پرزیدنت اوباما و نخست وزیر انگلستان آقای کامرون، دیوید کامرون که به واشنگتن اومده بود، یکی از موضوعات بسیار مهم این مذاکرات در کنار تروریسم در اروپا مسئله اتمی جمهوری اسلامی بود. امشب هم به وقت واشنگتن ساعت 9 قرار مراسم سالانه و سنتی سخنرانی رئیس جمهور در برابر کنگره آمریکا، مراسم سالیانه است برای بینندگان، من میگم رؤسای جمهور آمریکا در ماه ژانویه هر سال استیت یونیون هست، سخنرانی میکنن نسبت به نکات، درباره نکات مهم سیاست های داخلی، وضعیت اقتصادی و همینطور سیاست های خارجی، سخنرانی طولانی است و توی یک مراسم جشنواره طوری مطرح میشه و قدردانی میشه از کسانی که در طول سال خدماتی در سطح ملی انجام دادن یا خدمات انسانی چشمگیری. مانند دو سه سال پیش بود که چند سال پیش بود کسی که تونست انسانی رو از برابر قطاری نجات بده در اونجا مورد ستایش قرار گرفت و از این قبیل. انتظار میره در این مورد هم، در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم، ایشون آقای اوباما در مراسم امشب در واشنگتن در برابر کنگره به وقت واشنگتن ساعت 9 گفتم صحبت در کنگره آمریکا که الان اکثریت سنا نمایندگان به دست جمهوری خواهان افتاده، به طور مشترک هم همراه با دموکرات‌ها طرحی رو تهیه کردن که ارائه بدن در صورتی که مذاکرات تا اول ژوئیه به نتیجه نرسه، طرح افزایش تحریم ها. آقای اوباما البته مخالفت کرده، اون یه بحث دیگه است، حالا صحبت شده. خب اما به طور کلی به نظر شما چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود، چنانچه این مذاکرات بالاخره در اول ژوئیه به نتیجه دلخواه نرسه؟ تمدید مذاکرات خواهد بود یا تحریم های بیشتر و یا چه؟ حق با شماست آقای چالنگی. سخنرانی امشب آقای اوباما بسیار با اهمیت، کسی از خاطر نمیبره در داخل ایران که در سال 2001 آقای بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا از همین فرصت استفاده کرد و ایران رو در کنار عراق و کره شمالی در محور شیطان قرار داد، عنوانی که همچنان به عنوان یک داغ بر پیشونی جمهوری اسلامی هست و به عنوان یک نکته منفی در مناسبات ایران و آمریکا به چشم میخوره و انتظار میره که قطعا آقای اوباما امشب به مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی و انتظار رسیدن به نوعی از توافق اشاره‌ای بکنه. ولی متاسفانه از دید آقای اوباما فرصت هایی که برای او فراهم هست با تغییر کنگره بهتر از فرصت هایی نیست که در سال گذشته وجود داشت و از دست رفت. علت از دست رفتن رو من متوجه دولت اوباما کمتر میبینم تا متوجه اختلافات درونی که آقای حقیقی به بخشی از اونها اشاره کردن. کسانی که در داخل ایران قدرت رو به دست دارن طبیعتاً در دو شاخه مختلف نگاه های متفاوت به مسئله مذاکرات اتمی دارن. اون کسانی که مخالف مذاکرات هستند حرکت کردن به سمت ظرفیت نظامی شدن اتمی ایران رو توجیه میکنن و تصور میکنن که یک بمب اتمی اسلامی حداقل قابلیتش میتونه به اونها امکان دوام بیشتری بر قدرت بده و متاسفانه از دید مردم ایران اونها هستند که
مهار قدرت رو در اختیار دارن و حتی در زمانی که لازم میدونن به آقای خامنه ای در رسانه ها توصیه میکنن که شما مخالف هستید، شما چنین گفتید، یعنی به زبان توتی یا به دهان توتی به نوعی قن میگذارن. و آقای روحانی متاسفانه از دید مردم ایران به نوعی قدرت تعیین کننده نیست. ولی سوال حساستر این است که واقعا روحانی اگر که مسئله اختلافات بر سر مذاکرات اتمی رو کنار بگذاریم و مسئله اختلاف بر سر تصاحب قدرت رو کنار بگذاریم، در ارتباط با مسائل روز و اقتصاد داخلی ایران چه تفاوتی با گروه رقیب خودش داره؟ واقعا آقای طیب نیا با وزیر اقتصاد روحانی، با اقتصاد آقای احمدی نژاد چه تفاوتی داره؟ در طول 35 سال گذشته روند نزولی سطح زندگی مردم ادامه پیدا کرده. در تمام طول 34-35 سال گذشته روند نزولی قدرت خرید ریال ادامه پیدا کرده. و ما با وجود از بین بردن 800 میلیارد دلار در طول 8 سال همچنان با رشد منفی اقتصادی روبرو بودیم و این 8 سال رو میشه با 8 سال زمانی که آقای خاتمی قدرت به دست داشت مقایسه کرد. اونهایی که اهرم اقتصادی ایران رو به دست دارن کسانی هستن که اهرم قدرت رو در اختیار دارن و مذاکرات اتمی واقعا تاثیر مستقیم به زندگی مردم به صورت مثبت نداره. اگر همین فردا تحریم ها برداشته بشه، کمترین اثر وضعی بر زندگی مردم باقی نخواهد موند. اگر جمهوری اسلامی امکانات مالی نسبتاً بیشتری پیدا بکنه در نتیجه برداشتن تحریم ها، جاهای خرج متفاوتی داره. این پول رو به سوریه میبره، جایی که همین دولت آقای روحانی اعلام میکنه حفظ امنیت اون اهمیتش به اندازه حفظ امنیت ایرانه. این پول رو به عراق میبره که وزیر دفاع او اعلام میکنه حفظ امنیت عراق برای ما مثل حفظ امنیت ایرانه. این پول رو به لبنان میبره، به یمن میبره، به سوریه میبره، به غزه میبره و طبیعتاً مردم ایران بهره اقتصادی از برداشتن تحریم ها نخواهند گرفت. ولی در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه، یقینا ایران منزوی تر خواهد شد و شرایطی که به ایران تحمیل میشه زندگی و شرایط معیشتی رو دشوارتر از امروز خواهد کرد. آقای یقینی، تفسیر شما درباره اون چه که آقای طیب‌زاده؟ ببینید، در مورد اقتصاد که فرمودند، خب یه تغییرات اتفاق افتاده. مدیریت دوره آقای روحانی قابل مقایسه نیست با مدیریت آقای احمدی نژاد. حداقل در حوزه نفت مدیریت آقای زنگنه یک مدیریتی است به عقیده اکثر کارشناسانی که در حوزه صنعت نفت هستند، مدیریت در حقیقت سعی کرده اون در حقیقت اون تخریبی که آقای احمدی نژاد در سطوح کلی کشور ایجاد کرده اون رو برگردونه، به قطار رو برگردونه به ریل اول. یعنی اگر من بخوام توضیح بدم، در دوره آقای احمدی نژاد بیشتر از جنگ با عراق ایران دچار خسارت شده، هم از جنبه مادی و هم از جنبه مدیریتی و هم از جنبه اخلاقی در مسئله فرهنگی و اخلاقی جامعه. حالا دولت با یک وضعیت اینچنینی روبرو بوده و سعی کرده در مرحله اول فقط به قول معروف این آسیب ها رو به قطار رو که در یک مسیر غلطی رفته بود برگردونه مسیر اولیه. طبیعی است که سرعتش کند خواهد بود. این نکته اول. نکته دومم این که تغییر، اگر حتی جمهوری اسلامی بخواد اقتصاد مقاومتی انجام بده، یعنی بخواد بره به پروژه اقتصاد مقاومتی مثل برخی کشورها، مثل چینیا در یک دوره 60-70، مثل هندیا در یک دوره هایی، اگر بخواد حتی این کار انجام بده باید یک بلوک اقتصادی باشه. یعنی نمیتونه الان شما نهادهای اقتصادی دارید که بیرون دولت هستن. بنابراین الزام اقتصاد مقاومتی کاری که باید دولت بکنه، اگر میخوان به سمت اقتصاد مقاومتی میکنن برن و اگر میخوان مسائل، منظورتون همون هست که آقای خامنه ای گفت اقتصاد مقاومتی؟ میگم حتی اگر بخوان به سمت اقتصاد مقاومتی برن نمیشه. اون وقت شما آستان قدس رضوی خودش برای خودش فعالیت کنه، همه نهادهای بیرون یا حتی ستاد اجرایی فرمان امام خودش ترنوبر مالیش بسیار سنگینه. یعنی مجموعه نهادهایی که بیرون دولت هستن اگه از دولت بیشتر گردش مالشون نباشه کمتر نیست. بنابراین نمیشود با دو بلوک اقتصادی بری به سمت اینکه اقتصاد به سمت درستی بره. بنابراین اولین راهش اینه،
دوم هم این که بایستی در بودجه که دولت داده بخش های غیر توسعیش به شدت محدود بشه. مثلا فرض کنید به مدرسه آقای مصباح یزدی 12 میلیارد تومان پول دادن، باید خب اینا رو محدود کنن. یعنی اینها کارهایی است که باید دولت انجام بده. نکته سوم هم این که بتونه بسیج منابع کنه و این بسیج منابع از خود دولت شروع میشه، نحوه برخورد دولت، همه اینا میتونه تاثیر بذاره. و سوم چهارمین مسئله هم این است که ببینید رقم های خیلی سنگینی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت السی های قلابی بر مبنای گزارش خود کمیسیون اقتصادی مجلس بین السی هایی که صادر شده و جنسی که وارد شده تا سال اواخر 90 چیزی حدود 90 میلیارد دلار فاصله است. حالا ممکنه 10 میلیارد هم بعدا اضافه شده باشه. بنابراین رسیدگی به یک به این اموالی که خارج شده که حالا یه موردش آقای جهانگیر اشاره کرد در مورد اون 20 میلیارد دلار و این السی قلابی، اینا باید یه رسیدگی بشه. نکته بعدی هم در مورد خصوصی سازی هایی که در دوره آقای احمدی نژاد شده و به ویژه در دو سال آخر که بخش زیادی از این خصوصی سازی ها علیه در حقیقت منافع کشور بوده، اینها هم باید رسیدگی بشه. این یه پکیجی است که اون پکیج میتونه پیش بره. اگه این اتفاق نیفته و مسئله یارانه ها، دولت نمیتونه این وضعیت پرداخت یارانه ها رو به همه رو ادامه بده. این مجموعه است که باید انجام بده. طبیعی است که اگر نتونه دولت به یک تعامل سازنده با قرب برسه که اون بایستی در مورد مسئله هسته‌ای انعطاف پذیری بیشتر ایران بده و در این حال باید لانگ ترم نگاه کنه. طبیعیه که امتیازاتی که میگیرن، چون من خودم معتقدم بایستی 3000 تا 4000 سانتریفوژ هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمیکنه، ولی اگر تعلیق کنن برای مدتی میتونن امتیازات بیشتری بگیرن و اون مسئله کلا اون مسائلی که آمریکایی‌ها مطرح میکنن خیلیش میره کنار. در چنین وضعیتی اگر نخوان اون کارو بکنن و بخوان روی مسئله بمونن، خب طبیعیه که باید برن به سمت اینی که فشار اقتصادی وارد جامعه میشه. ارتباط ما با آقای علیرضا حقیقی در تورنتو قطع شد، امیدواریم این ارتباط در ادامه برنامه برقرار بشه. اما آقای تقی‌زاده، آقای حقیقی اشاره کرد که تفاوت داره دولت آقای روحانی با احمدی نژاد، گون که بالای هر دو دولت آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه هست. به هر حال این تفاوت از دید آقای حقیقی، یک تحلیلگر سیاسی و یک مدرس استاد در دانشگاه و کارمند پیشین وزارت ارشاد جمهوری اسلامی که به هر حال به مناسبت شغل پیشینشونم اشراف داشت به آنچه گر پشت پرده جمهوری اسلامی میگذشت، تا چند روزه واقع بینانه هست این تفاوت. من کاملا موافقم با اون چی که آقای حقیقی گفت. واقعا نحوه مدیریت دولت روحانی با مدیریت دولت احمدی نژاد متفاوته، ولی تفاوت در این است که یک کسی را از بالای چاه با فشار هل بدن و به درون چاه بندازن، یا یک کسی رو وادار بکنن که با تناب آهسته آهسته به درون چاه بره. اون چه که سقوط میکنه یا با تناب به داخل چاه میره، اقتصاد ایران، وضعیت معیشتی مردم ایران که توسط دو دولت به دو نحوه مختلف اداره میشه. در دوره آقای احمدی نژاد ما شاهد سقوط سریع اقتصادی ایران بودیم، با وجود اینکه درآمدهای ملی ناشی از فروش نفت در حد اکثر ممکن بود. در زمان آقای احمدی نژاد تورم 40% بود، ولی در زمان آقای روحانی تورم ظاهرا بنابر آمار دولتی به 20% کاهش پیدا کرده. تورم 20% مفهومش این نیست که واقعا قیمت کالاها 20% نسبت به دولت آقای روحانی ارزان تر شده. مفهومش این است که نرخ افزایش قیمت ها 40% بوده، حالا به 20% رسیده. یعنی 50% افزایش قیمت ها سرعتش کمتر شده، در حالی که همچنان تورم ادامه پیدا کرده، همچنان افزایش قیمت ها برای مردم وجود داشته، همچنان بیکاری به عنوان یک عامل بازدارنده در اقتصاد ما بوده، و همینطور همزمان با تغییرات دیگری که فقط رشد تخریبیشون سرعت کمتری پیدا کرده، ما شاهد کاهش قدرت پول ملی در زمان آقای روحانی هم هستیم، ولی با سرعت کمتری. در مورد اقتصاد مقاومتی هم من کاملا با آقای حقیقی موافق هستم.
وجود دولت‌های دیگری در درون دولت باعث میشه که وقتی آقای خامنه ای اقتصاد مقاومتی رو معرفی میکنه، در مورد اقتصاد مقاومتی هم من با آقای حقیری موافق هستم، ولی توضیح این است که در همونطور که ایشون گفتن در جمهوری اسلامی وقتی سازمان‌های به عنوان دولت در درون دولت هستند، شرایط تحمیلی دولت رو به عنوان اقتصاد مقاومتی نمیپذیرند و اون چی که به عنوان اقتصاد مقاومتی طراحی میشه یعنی دادن محرومیت بیشتر به مردم هست. ما وقتی به بودجه آقای روحانی نگاه میکنیم میبینیم سپاه پاسداران در سال جاری 27% اضافه اعتبار داره، در حالی که بودجه آموزش پرورش، بودجه درمان به نسبت بسیار بسیار اعتبار کمتری گرفته. وقتی ما به اعتبارات حوزه نگاه میکنیم میبینیم نسبت به دانشگاه رشد داشته، در حالی که در مورد آموزش دانشگاهی اعتبارات تخصیص پیدا کرده کاهش پیدا کرده. در مورد بودجه عمرانی ما با همین مشکل روبرو هستیم. در عمل اونچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی معرفی میکنه دولت یا آقای خامنه یا هر کسی که سیاست گذار هست، یعنی زندگی مردم باید از محرومیت بیشتری برخوردار باشه، حال اون که عوامل دیگر در درون حکومت، دولت‌های در درون دولت همچنان کار فساد، کار بهره گیری از امکانات مالی مردم رو به نرخ گذشته ادامه میدن. من یک پرسش دارم اینجا از شما آقای چالنگی، از بینندگان، از حاکمیت جمهوری اسلامی. اینها همه رو نمیشه کنار هم گذاشت آقای، کاملا طبیعی است، ولی منظورم از این پرسش آقای شما آقای حقیقی هم در برنامه نیستن، وگرنه این پرسش رو شما میتونید. مطمئنم که شما پاسخی برای اون ندارید، برای اینکه درون حاکمیت نیستید. آقای حقیقی هم خودش در درون حاکمیت نمیبینه، ولی مفهوم یک پرسش عامه. پرسش عام این است که شما چطور ممکن است که از دولت آقای روحانی دفاع بکنید در حالی که در دولت گذشته مثلا به عنوان مثال یک کسی رو به عنوان آقای امیر خسروی به جرم بدهکار بودن در حد چند صد میلیون دلار اعدام میکنن به عنوان فاسد اقتصادی. مسئول بانک مرکزی همین دولت آقای روحانی اعلام میکنه که در دولت گذشته 22 میلیارد دلار رو در طول چند ماه دارایی مردم ایران رو 22 میلیارد دلار به استانبول و به دبی بردن و اون رو تبدیل به ریال کردن، نابود کردن و هیچ حساب کتابی هم در دستشون نیست و اون رو برنگردوندن. وقتی آقای روحانی و دولت او، بانک مرکزی او از این ارقام مطلع هست، میدونه که رقم اختلاس چقدره، میدونه در کجا هزینه شده، چرا جرأت نداره و یا امکان نداره که اسامی عاملین خاطی رو در اختیار مردم قرار بده؟ اگر واقعا نیت این است که اون رو به عنوان بخشی از حاکمیت ندونید و در کنار مردم ببینید، چرا حداقل به افشا کردن دستای فاسد دست نمیزنه؟ چطور در یک حاکمیت یک نفر به جرم 300 میلیون دلار بدهکاری جونش از دست میده ولی یک شخص دیگری با 22 هزار میلیون بدهکاری همچنان میتونه در امان باشه؟ چرا آقای بابک زنجانی رو میگیرن زندانی میکنن برای اینکه از دست بازپرس و بازجو در امان باشه؟ همچنان وزیر نفت آقای روحانی فریاد میزنه، رئیس بانک مرکزی او تکرار میکنه، وزیر اقتصاد او تکرار میکنه که ما یک ریال از پولهای آقای بابک زنجانی دریافت نکردیم. چرا آقای بابک زنجانی تفهیم اتهام نمیشه؟ چرا در اختیار یک بازجوی مستقل قرار نمیگیره؟ آنچه که دولت آقای روحانی شریک دوز و رفیق قافله است. اونها میدونن که چه کسانی فساد میکنن و قادر نیستن در درون حکومت گریبان خودشون رو بگیرن یا گلوی خودشون رو بدرن. چطور باید مردم ایران قبول بکنن که آقای روحانی در جهت زندگی و وضعیت معیشتی اونها متفاوت با آقای احمدی نژاده؟ این پرسشی است که باید حاکمیت، چون طرف سوال شما بود، و سخنگویان حاکمیت یا نظریه پردازان یا تحلیلگرانی که معتقد هستند که تفاوتایی وجود داره پاسخ بگن. گفتم متاسفانه ارتباط قطع شد با آقای حقیقی، وگرنه پاسخ رو باید از ایشون میشنیدید و توجیه و تحلیل ایشون رو. اما نکته این هست که آقای تقی‌زاده، مگر نه این هست که ولی فقیه بالای سر همه دولت هاست و تمام دولت ها، و مگر نه این هست که قرار طبق همین نظام ولی فقیه حافظ اموال مردم بیت المال مسلمین باشه؟ مگر نه این هست که همین ولی فقیه و بقیه
روحانیون فعلا حاکم در ایران به حکومت رسیده در ایران بر منبر میخوندند ماجرای مسلم ابن یعنی عقیل برادر امام اول شیعیان رو که بی آبروش کردن به خاطر کمکی میخواستن. من بارها گفتم از برادرش که خلیفه شده بود عقیل نابینا و امام اول شیعیان علی دست برادر رو بر آتش گرفت، گفت تو اگر من این کمک رو به تو بکنم کار ناسوابی است و تو از این آتش میتونی تحمل کنی، نه من آتش جهنم بیشتر تحمل ناپذیر. خب کسی که چنین میگه و خودش رو هم در جای به گفته خودش امام نایب امام زمان نشسته، چطور زیر سیویل و نظارت فقیهانه و ولایت مدارانه ایشون 22 میلیارد دلار در عرض 7 ماه رد میشه؟ کی مسئول است؟ من و شما مسئول هستیم؟ مردم در برازجان و آن بانوی گرامی است بلوچی که آب از مرداب می نوشه مسئوله، یا اون عرب اهوازی که آب آلوده به هزاران بیماری می نوشه، یا بقیه کی مسئوله؟ آقای طرزی پرسش بسیار خوبی است. این رو بایستی جمهوری اسلامی یا لاقل رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرت فعال، قدرت بدون مدعی در درون حاکمیت به اون پاسخ بده. همیشه استمرار در قدرت آقای چارلنگی نوعی استبداد رو به دنبال داره، نوعی خودکامگی رو به دنبال داره و خودکامگی و استبداد بدون تردید به فساد منجر میشه. این فرمول شناخته شده است که تمام دنیا اون رو پذیرفتن. آقای خامنه ای عمر دولتش به عنوان فعال مایشا از زمان پیامبری پیامبر اسلام طولانی تر بوده. هیچ کسی مدعی ایشون در طول سالهای 20 و چند سال حکومت و رهبری نبوده و نخواهد بود. اوست که خبرگان رو تعیین میکنه و انتخاب میکنه، اوست که بله و نه در مورد رهبران دولت خودش میده، اوست که در مورد نمایندگان مجلس حکم حکومتی صادر میکنه، اوست که بنا به گفته حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 70% قدرت در اختیار داره و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. خود ایشون سازمانی که در اختیارش هست بنا بر گزارش های تحقیقی مراکز شناخته شده بین المللی من جمله خبرگزاری رویترز بیش از 100 میلیارد دلار در اختیار داره و این 100 میلیارد دلار رو وقتی میخواد اقتصاد مقاومتی رو اعلام بکنه خطوطش رو روشن بکنه و بگه چقدر از خودش مایه میگذاره در جهت کمبود درآمد دولت، در جهت بهبود نسبی دادن به زندگی و وضعیت معیشتی مردم. طبیعی است که در جمهوری اسلامی کسی خودش رو مکلف به پاسخگویی به مردم نمیبینه، برای اینکه دولتی نیست که از مردم برخواسته باشه. دولتی است که با زور سرنیزه حکومت میکنه و دولتی که با زور سرنیزه حکومت میکنه کمترین نیازی به مسئول بودن در مقابل مردم نمیبینه. آقای تغزاده در ادامه همین موضوع هست، ببینید مسئولان جمهوری اسلامی گاه گفتم به عنوان گزارشگر عمل میکنن. یک تروریست نشسته در مقام قدرتی مثل خانم معصومه ابتکار که تروریست به این اعتبار که ایشون از کسانی بود که سفارت آمریکا در ایران رو به اشغال کردن، به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی رو و این اقدام میلیاردها دلار بر سفره مردم ایران لطمه زد. یک دو بر حیثیت ایران در عرصه بین‌المللی خب لطمات میشه گفت واقعا جبران ناپذیر زد وارد کرد و مسائل مختلف. ایشون سخنگوی اون ماجرا بود با انگلیسی که خوب صحبت میکرد و حتما قطعا هنوزم صحبت میکنه. ایشون خب به برکت این اقدام تروریستی به مقامات مختلفی رسید و الان مسئول سازمان محیط زیست کشور هست. مسئولان در هر جایی درست حسابی میان و گزارش میدن خب مسائل این هست، راه حل های ما برای حل این مسائل این. آمدن ایشون هم گزارش دادن که بله خشکسالی تا سال 2050 11 برابر می شود. برنامه شما چیست برای رفع خشکسالی؟ آیا ایران با کمبود منابع آبی که داره آقای تغییزات و مسائل دیگه ای که داره و این پول هایی که به هدر رفته
این پول هایی که زیر نگین آیت الله خامنه ای هست، 22 میلیاردی، 95 85 میلیاردی که اشاره کردن، یک قلم. و بقیه این پول ها، هزینه ای که صرف مسائل اتمی شده، برنامه اتمی روحانیت شیعه حاکم بر ایران شده، آیا اینا همه نمیتونست این مسائل در یک مدیریت درست، مدیریت نگران زندگی روزمره مردم، نمیتونست ایران رو به یه همچین وضعیتی نرسونه که هیچ جایی بالاتر از کره جنوبی در منطقه، در آسیا نشسته باشه؟ ایران امروز که جوان ایرانی امروز در جزایر دورافتاده استرالیا سردرگم و نگران و بی آینده نباشه. بدون شک آقای چالنگی ایران بضاعت اون رو داشت و داره که در صورت نداشتن یک حاکمیت فاسد در ردیف مرفه ترین کشورهای دنیا قرار بگیره. این آرزوی من هم بود مثل شما که نقش نفت به عنوان ثروت ملی در بودجه جاری دولت از حتی 10% هم کاهش بیشتری پیدا بکنه، ولی بقیه این دارایی صرف سرمایه گذاری های سرمایه زا بشه. ایران 6 میلیون بشکه در روز نفت تولید بکنه، این دارایی تبدیل بشه به سرمایه هایی که مولد سرمایه هستند، و مملکت ما ایران نه تنها در جمع 5 کشور بزرگ و مرفه دنیا قرار بگیره که این آینده برای آینده قابل پیش بینی ضمانت شده باشه، نه آینده ای که امروز ممکن است در اثر وزیدن باد اقتصادی دچار تزلزل بشه. متاسفانه فساد دولتی، برنامه های کلان اقتصادی غلط، با وجود کاهش اجباری درآمدهای نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد ملی، نمیتونه به استقلال بیشتر اقتصادی ایران بیانجامه. و علت اصلی همونطور که عرض کردم فساد عمیق دولتی است و ترجیح دادن یک قبیله 8000 نفری که امروز بر ایران و مردم ایران حاکم هستند. سرمایه هر کشوری پیش از هر چیزی، آقای طرح‌زاده، نظر شما، من فکر می‌کنم موافق این باشید که مردمان اون کشور هستن، سرمایه ایران جوانان اون کشور هستن که آینده روشن ظاهرا در برابر ندارد. چون این نیست آقای طرح‌زاده سرمایه. بدون تردید ناامیدترین، شاید ما جوانان ایران بی‌فرداترین مردمی هستند که میشه در هر نقطه دیگر دنیا شاهد بود. با وجود اینکه بر دریایی از ثروت ملی خوابیدن، ولی جوانانی هستند پژمرده، ناامید از فردا و بدون داشتن امکان حرکت در امروز. واقعا نسلی که میتونست سازنده جهان فردا باشه، ولی امروز برای ساختن حتی زندگی محقر خودشون هم با اشکالات جدی روبرو هستند. سپاسگزار هستیم آقای طرح‌زاده عزیز در لندن، با سپاس از شما. آرزوی روزگاری روشن، برخوردار از زندگی شایسته برای همه جوانان ایران داریم که سرمایه های اصلی کشور هستند. در برنامه فردای تفسیر خبر میهمان برنامه آقای حسن دایی خواهند بود، در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران تفتان، دراک، آسماری و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.